ما میبینیم که بعد از پذیرش اسلام توسط مردم ایران و موقعی که مردم ایران دیدند که بنی امیه و بنی عباس بر روال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حرکت نمی کنند و طریق اهل بیت رو پیش گرفتن، اولین کسی که در این زمینه کار کرد و مورد اقبال مردم گرفت و نماینده مردم بود حکیم ابوالقاسم فردوسی بود که شما نگاه میکنید ببینید ایشان با تمسک به اون جوانمردی ایرانی و اهل بیت علیهم السلام شاهنامه رو بنا کرد و این نقش بزرگی داشت در احیای مجدد فرهنگ ایرانی موحد. ادامه اون ما ببینیم با فاصله 50 سال ما دیوان علی نامه رو داریم که به سبک شاهنامه جنگ های امیرالمومنین علی علیه السلام رو به صورت حماسی در همون بحری که حکیم ابوالقاسم فردوسی سروده. غزل دیگری که میفرماید که ای برندان مکنه زاهد بله حالا بیت اولی شدم بیاد عرض میکنم ولی بیت آخرش میگه حافظ اگر حافظ اگر بله اگر خلاصه جامی به کف آوری در انتهای غزل میفرماید که اگر جامی به کف آوری از اون جایی که باید به کف بیاری یعنی از می وحدت تو رو یک سره میبرن به بهشت. یکی بله ای برندان مکن ای زاهد چی بود؟ عزیز من نتونم به زبان شما زیباست بود. بله بله ای برندان مکن ای حالا اگر یادم بیاد برای عرض میکنم من حالا ایزه که اصلا از شما خواهش کنم که شما یک غزل حافظ دیگری رو که یادم هست خواهش میکنم آها ای بزن ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگری بر تو نخواهند نوشت من اگر خونی کم اگر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت